بیننده و شنونده یکی دیگر از برنامه های نینا هستید. گرمترین سلام های ما را پذیرا باشید. سال 2023 به اتمام رسید، هرچند که تغییر سال از 2023 به 2024 تنها تغییر اعداد است و فجایع و مصائبی که بورژوازی بر ساکنین این کره خاکی ایجاد کرده همچنان به قوت خود باقی است. سال 2023 اوج فاجعه و سالی خونین در تقسیم مجدد جهان بود. بحران اقتصادی و سیاسی و کودتا، جنگ و کشتار و آوارگی در کشورهای آفریقایی، افغانستان، اوکراین، تایوان، قره‌باغ، سوریه، میانمار و نسل کشی اخیر فلسطین توسط دولت و ارتش اسرائیل، تا کنون ده ها هزار کشته، صدها هزار بی خانمان و میلیون ها تشنه و گرسنه از خود به جای گذاشته و همچنان ادامه داره. جنایتی که اکثریت قربانیان آن کودکان هستند. تنها در فلسطین حدود 30,000 نفر کشته شدند که یک سوم آن کودکان هستند. جمعیتی بالغ بر 2,000,000 نفر خانه و کاشانهشان بمباران و ویران شده و در حالی آواره شدند که حتی دولت اسرائیل اجازه ارسال کمک‌های بشردوستانه را نمیده. سال گذشته نشان داد که سازمان ملل و شورای امنیت و دموکراسی غربی و دیگر نهادهای دستساز دولت‌های غربی تنها عروسک‌های خیمه شب‌بازی و مترسک‌های در دست دولت‌های بورژوازی و قدرت‌های نظامی جهان هستند. سالی پر از درد و رنج و عاری از آزادی و امنیت و امید به آینده روشن برای اکثریت عظیم طبقه مولد، تولید کنندگان و زحمتکشان جامعه در سراسر جهان بود. اما مهمتر از همه اینها، سال گذشته سال مبارزه و به میدان آمدن پایین جامعه در برابر بورژوازی و دولت‌های حامیشان، از اعتصاب و اعتراض کارگران جنرال موتور و اتومبیل‌سازی تسلا در آمریکا و اعتصاب کارگران در انگلستان، فرانسه، سوئد و دیگر کشورها گرفته تا اعتصابات و اعتراضات عظیم کارگران شرکت نفت و پتروشیمی، هفت‌تپه و فولاد و معادن در ایران. امروز آذر مدرسی، دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست، خط رسمی با ماست تا همراه با ایشان نگاهی به اوضاع احوال جهان در سال گذشته بیندازیم. رفیق آذر مدرسی، به برنامه امروز ما خوش اومدید. متشکرم، وقت شما و بینندگان نینا بخیر. اجازه بدید با این سوال شروع کنیم. شما سال 2023 رو چگونه میبینید؟ چگونه دیدید؟ ببینید، سال 2023 رو میشه سال شکستن رکوردها خوند. رکورد جنگ، رکورد جنایت، رکورد نسل کشی، رکورد کشتار مردم بیگناه، رکورد بحران محیط زیست و نابودی محیط زیست، رکورد اعتصابات کارگری در سرتاسر جهان، رکورد بیداری بشریت نسبت به جهانی که پیرامونش رو گرفته، رکورد خیلی از رکورد بحران اقتصادی و فقر تحمیل شده به جامعه بشری، رکورد خیلی از اینها در سال 2023 شکسته شد. جهانی که سال 2022 رو پشت سر گذاشته بود و امیدی به این داشت که طبق تبلیغاتی که دول غربی و میدیای رسمیشون میکردن، اینی که سال 2023 سال پیروزی غرب بر شیاطین دیگر در سراسر جهان است، سال رشد اقتصادی در غرب خواهد بود، سال پایان دادن به یا بستن راه نجات و فرار قربانیان نسل کشی و جنگ و کشتار در افریقا، آسیا، خاورمیانه، وعده خیلی از اینها رو دادن، وعده پیروزی در اوکراین رو دادن، وعده پیروزی خیر بر شر رو دادن. سال 2022 رو جامعه بشری اینطوری و با این امید پشت سر گذاشت، ولی واقعیت زندگی تو سال 2023 نشون داد که تا زمانی که دنیا دست جانیان به اصطلاح قسی القلب
و بورژوازی که غیر از سود هیچ چیزی رو در جهان به رسمیت نمیشناسه و هیچ ملاکی برای تعیین سیاست، برای رابطه خودش با جامعه بشری نمیشناسه. تا زمانی که جهان دست این بورژوازی باشه، جهان رو به تاریکی بیشتر میره و از همین الان دارن اعلام میکنن که سال 2024 باید آماده باشیم که سالی بدتر از سال 2023 خواهد بود. فقط حداقل جامعه بشری داره یک علامت سوال بزرگ میذاره در مقابل این به اصطلاح پیش داوری، و اون این هست که آیا ما اجازه میدیم، آیا ما اجازه میدیم شما بیشتر از این زندگی ما رو از بین ببرید، آیا ما اجازه میدیم شما بیشتر از این جهان رو به نابودی بکشید. شما به نکات کلیدی مهمی اشاره کردید. شورای اتحاد کارگران هند علیه خصوصی سازی اعلام کرده که سال 2023 سال عروج اعتراضات کارگری در سراسر جهان بوده. شما به بخشش اشاره کردید. امریکا شاید شوک بزرگی بود، چون سالها بود در امریکا ما شاهد اعتصابات کارگری در این سطح و در این ابعاد و با این به اصطلاح گستردگی نبودیم. ولی فرانسه رو کسی نباید فراموش بکنه، اعتراضات به افزایش سن بازنشستگی که درست از ژانویه 2023 شروع شد و از حمل و نقل تا بهداشت تا برق همه رو به اصطلاح به کارگران و کارمندان در این بخش ها به اعتصاب پیوستند. بریتانیا که بیش از نیم میلیون کارگرش به اعتصاب، کارگران حمل و نقلش حداقل به اعتصاب پیوستند و سازمان بهداشتش از دکتر تا نرس به طور دائم در اعتصاب هستند. آلمان که الان در آستانه اعتصاب عمومی هست، از کشاورزان گرفته تا کارگران حمل و نقلش، و اعتصابات بزرگی داشته. رکورد اعتصابات کارگری در سال 2023 شکسته شد. از هند که میلیون ها کارگر دست به اعتصاب زدن، از بنگلادش، از ایران، امریکا، فرانسه، اروپا، تمام کشورهای اروپایی. در نتیجه سال 2023 اگر ما شاهد از یک طرف رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، تورم، گرانی، بیکاری، تعرض به معیشت مردم، جنگ و میلیتاریزم هستیم، در کنارش ما شاهد اعتصابات کارگری برای رفاه، اعتصابات کارگری برای بالا بردن استاندارد زندگی و مقابله با میلیتاریزم و جنگ هست. آخرین فاجعه بشری در سال 2023 همونطور که شما اشاره کردید، قتل عام مردم بیگناه فلسطین در نوار غزه هست و در کنار این قتل عام وحشیانه و بربریت کاملی که فاشیسم اسرائیلی و متحدین غربیش و حامیان غربیش دارن در نوار غزه از خودشون نشون دادن، ما شاهد یک جنبش جهانی علیه این فاشیسم، یک جنبش جهانی علیه نسل کشی و یک بیداری جهانی علیه کل ساختاری که بورژوازی جهانی درست کرده، از پارلمانهاش گرفته، از احزاب رسمیش گرفته، از اتحادیه اروپاش گرفته، از خود امریکا و نهادهایی که خود امریکا داره، تا سازمان ملل، تا حقوق بشر، تا تمام اینها، ما شاهد یک بیداری علیه این ساختار و کل جهانی که علیهش ساخته شده شدیم. شاید تلاش برای تحمیق بشریت و شکست‌های پی در پی غرب در این تلاش، شکست‌های پی در پی سیاسی و نظامی امریکا و ناتو و غرب، از عراق، از افغانستان، از سوریه، از لیبی، آخرین نمونش اوکراین، تمام اینها در سال 2023 تلمبار شد و جامعه بشری در مقابل این توحش قد علم کرد و اصلا خیال نداره به خونه ها بره. سال نو در نیویورک، در لندن، در کشورهای اروپایی با اعتراضات علیه نسل کشی در فلسطین آغاز شد. در آلمان مجبور شدن ممنوع کنن تظاهرات رو. در خیلی از کشورها تلاش کردند، ولی سال نو 2024 برخلاف سالهای دیگه که مردم با آتشبازی، با جشن و با شادی به استقبال سال آتی می رفتن، امسال تو بسیاری از کشورها با تظاهرات، با اعتراض به نسل کشی، با اعتراض به تحمیل فقر و با اعتراض به تحمیق چندین ده سالشون
سال نو رو آغاز کردن و خود این شاید اون دریچه‌ایه که امیدی رو در جامعه بشری ایجاد میکنه که سال 2024 اونطور که خود کارشناسانشون میگن سالی بدتر از 2023 نخواهد بود، و یا شاید درست‌تره بگیم جامعه بشری مصمم اجازه نده سال 2024 ادامه منطقی و ادامه سیاهی و تباهی هست که تو سال 2023 بورژوازی جهانی سعی کرد به جامعه بشری تحمیل بکنه. بسیار ممنون از شما. همونطور که خودتون اشاره کردید سال 2023 اتفاقات زیست محیطی زیادی فجایی رو به دنبال داشت، از زلزله سوریه و که در سوریه و ترکیه و حتی مراکش و تا سایر نقاط دیگر در آسیای شرق و اینا. اما میخوام به بخشی از صحبتاتون برگردم، به جنگ اوکراین اشاره کردید. قرار بود جنگ اوکراین، اگرچه جنگ اوکراین در سال 2023 شروع نشده و قبلتر شروع شد ولی همچنان ادامه، قرار بود این جنگ اوکراین به پیروزی غرب و آمریکا در برابر قطب دیگه سرمایه‌داری، قطب اقتصادی و نظامی روسیه، به پیروزی برسه. اما میبینیم که نه تنها به پیروزی به نتیجه هم نرسید، شکافهایی هم در صفوف خود این جبهه علیه روسیه ایجاد. نظرتون در این مورد چی هستش؟ ببینید، همونطور که شما گفتین جنگ اوکراین 2022 شروع شد و حمله رو روسیه کرد و از این زاویه کاملا قابل محکوم کردن بود و ما محکوم کردیم، ولی خود این اتفاق مانعی نشد در اینی که واقعیات رو ندید، و اون اینکه این حمله در نتیجه تحریکات چندین ساله غرب به رهبری امریکا، اتحادیه اروپا و ناتو بود. تحریکاتی از کودتای 2014 شون، از تلاش برای به اصطلاح به قدرت رسوندن نیروهایی که پروغربی هستند، تلاش برای پیوستن اوکراین به اروپای واحد یا اتحادیه اروپا علارغم توافقات قبلی، تلاش برای کشوندن ناتو به مرزهای روسیه علارغم توافقات قبلی، و تحریکاتی که کلن ناتو و در رأسش امریکا کردن توی به اصطلاح توی اون منطقه. و جنگی که شروع شد مبنایی شد برای قدرتگیری مجدد ناتو، برای مشروعیت مجدد ناتو، و اون پروسه‌ای که تو خود غرب حداقل در میان سران دولت‌های غربی در حال شکل گرفتن بود که ناتو دیگه خاصیتی نداره و ناتو دیگه لازم نیست ما جزوش باشیم و اتحادیه اروپا باید به فکر تشکیل یک ارتش اروپایی برای خودش باشه. جنگ اوکراین ناتو رو در اروپا حداقل تقویت کرد و رابطه اروپا و امریکا رو تغییر داد، ولی دوره کوتاهی این اتفاق افتاد. فراموش نکنیم اینها قول داده بودن که در عرض 3 ماه جنگ به پیروزی میرسه، پروپاگاندی کرده بودن که بعد از اوکراین و اگر در اوکراین ما شکست بخوریم دموکراسی شکست خورده و روسیه این شیطان بزرگ قراره که اروپا رو تسخیر بکنه، و تونستن ما در کنار اوکراین ایستادیم رو تبدیل بکنن به داده همگان و کل بشریت، یا حداقل کل غرب رو ببرن، مردم غرب رو ببرن پشت این پرچم که جنگ در اوکراین جنگ دیکتاتوری و یا حتی جنگ دوره جنگ سردی، جنگ بلوک شب با دنیای آزاد و دموکراسی هست، و تونستن تمام مخارج این جنگ و میلیتاریزم رو به مردم غرب تحمیل بکنن. اما 1 سال کافی بود برای اینکه این مردم در اروپا و در غرب کلن به اصطلاح زیر این بار تحمیق قبول بکنن که این جنگ برحقه، و قبول بکنن که ناتو و امریکا و سران دولت‌های اروپایی دارن از منافعشون دفاع میکنن. نتیجه محاصره اقتصادی روسیه تبدیل شد به بحران اقتصادی در غرب، تبدیل شد به کمبود مواد غذایی، تبدیل شد به بحران غله، تبدیل شد به بحران گاز، تبدیل شد به بحران انرژی، و کل اینها این سوال رو و ویرانی خود اوکراین، قربانیانی که در اوکراین مردم بیگناه قربانی این جنگ شدن و قربانی این میلیتاریسم و این ماجراجویی شدن،
این سوال رو بعد از یک سال روی میز مردم اروپا آورد و اینی که با این بهای بزرگ از کشته شدن ده ها هزار نفر، از بحران اقتصادی، از فقر، از محدود شدن آزادی، از تعرض به حریم شخصی ما، از سیاسی شدن تمام وجوه زندگی بشری، از هنر، سینما، ورزش، همه اینها آیا ارزشش رو داشت این هزینه رو بدیم؟ آیا این عقبگردی که به ما تحمیل شد تحت عنوان دفاع از اوکراین، تحت عنوان دفاع از دموکراسی و تحت عنوان دفاع از امنیت ما به عنوان شهروندان اروپایی واقعا دروغ نبود، واقعا ریا نبود و واقعا ارزشش رو داشت؟ و آیا واقعا جنگ بر سر اینهایی بود که دول ما و سران دولت ها می گفتن؟ خیلی ها وقتی که جنگ اوکراین شروع شد، برخوردی که دولت های اروپایی و میدیا با آوارگان اوکراینی کردن رو با آوارگان سوریه مقایسه کردن و استارت و یا شروع سوال در مورد دو استانداردی بودن جهان توی خود غرب شروع شد و اینی که آیا ما دو استانداردی نیستیم، آیا سران دولت‌های ما، آیا سازمان ملل، آیا اتحادیه اروپا دو استانداردی نیستن؟ آیا برخوردی که ما به آوارگان سوری کردیم برابر با برخوردی که ما به آوارگان اوکراینی میکنیم؟ آیا این درجه از سمپاتی که باید قاعدتاً به هر قربانی جنگی داشته باشیم، آیا ما یکسان برخورد میکنیم؟ آغازش رو جنگ اوکراین زد و شاید فلسطین و کشتار در نوار غزه و کشتار مردم بیگناه و نسل کشی در اونجا و ما در کنار فاشیسم اسرائیل ایستادیم نقطه پایانی بود و نقطه به اصطلاح چرخشی بود در این بیداری. ولی جنگ اوکراین برخلاف تمام وعده ها و یا تمام پروپاگاند تبلیغاتی و جنگی که کرده بودن که این جنگ بر سر دموکراسی و امنیت اروپاست، معلوم شد اصلا نه جنگ بر سر امنیت مردم اروپاست، نه جنگ بر سر رفاه مردم اروپاست، نه جنگ بر سر ممانعت از اشغال اروپا توسط ارتش روسیه است، بلکه جنگی بود که امریکا بیشتر از هر کسی شاید بهش نیاز داشت و امروز همشون دارن از اینی که این جنگ قابل کنترل بود، این جنگ داشت کنترل میشد، صلح داشت برقرار میشد، مذاکرات و توافقات شده بود و امریکا و بریتانیا در رأس دول غربی رسما ممانعت کردند، رسما مانع تراشی کردند، رسما بر تبل جنگ کوبیدند، رسما جنگ رو گسترش دادند، از نظر مالی تأمینش کردند، از نظر تسلیحاتی تشدیدش کردند. اینها امروز دیگه چیزی هست که حتی میدیای مینستریم در غرب دارن در موردش صحبت میکنن و امروز همه دارن از شکست اوکراین حرف میزنن، از اینی که اوکراین باید قبول بکنه بخش شرقیش رو از دست داده، از اینی که غرب باید قبول بکنه محاصره اقتصادی روسیه شکست خورد، از اینی که باید قبول بکنه که هزینه و بهای بیش از حدی رو مردم اروپا و مردم اوکراین برای این ماجراجویی و این جنگ نیابتی در اروپا پرداختن، امروز چیزی هست که همه دارن میگن و همه دارن از آینده اوکراین بدون شرق و آینده متزلزل اوکراین باقی مانده، نه از طرف نه تهدیدات روسیه بلکه تهدیدات سایر کشورهای اروپایی صحبت میکنن. جنگ اوکراین نقطه آغازی بود بر بیداری و بر متوجه شدن جامعه بشری و به خصوص در غرب شاید که قربانی این تحمیق و تحریف شده بودن، نقطه آغازی بود بر این بیداری و سوالات جدی رو در مقابل جامعه بشری و در مقابل مردم در غرب به وجود آورد. ولی چیزی که مسلمه اینه که باهای این ماجراجویی، باهای این میلیتاریزم رو مردم اوکراین با زندگی خودشون دادن و مردم در غرب و سراسر جهان با فقری که بهشون تحمیل شده دادن. فجایع زیادی در جهان اتفاق افتاد در سال 2023. واقعا با توجه به وقت کم برنامه امکان بررسی تمام اینها نیستش، اما با توجه به برجسته بودن موضوع فلسطین میخوام در مورد فلسطین ازتون بپرسم، اگه چه ما برنامه هایی رو در همین رابطه داشتیم، اما کشتاری که در فلسطین در جریانه که از 7 اکتبر با حمله حماس
کل معادلات ارتش و اطلاعات اسرائیل رو به هم زد. تمام اینها گرفته تا ارسال ناوگان آمریکایی و ارسال کشتی های جنگی به سواحل یمن، مشتبانی های حزب الله و جمهوری اسلامی. شاید بهتره بپرسم شما خطر گسترش این جنگ، شاید بهتر بپرسم شما آینده این جنگ رو چگونه میبینید؟ ببینید، همونطور که شما گفتید اتفاقات زیادی افتاده و میشه و قاعدتا باید در موردش صحبت کرد، ولی امروز از هر کسی بپرسید شاخص های سال 2023 چه بود، یکیش حتما فلسطینه، یکیش حتما کشتار و نسل کشی و پاکسازی قومی مردم در نوار غزه هست. از این زاویه منم فکر میکنم باید، علی‌رغم اینی که ما در موردش بسیار صحبت کردیم، دنیا در موردش بسیار صحبت کرده و دنیا برای حمایت از مردم فلسطین ماه هاست از روزی که اسرائیل بمباران رو شروع کرد به میدون اومده و خواهان توقف این توحش و بربریت هست، ولی هنوز باید در موردش صحبت کرد به خاطر اینی که یک بعدش بعد انسانی و فاجعه انسانیه که در اون منطقه داره میفته و یکیش عواقب اون هست. ببینید، تا اونجایی که به اسرائیل برگرده، اسرائیل من ارزیابیم اینه که واقعا داره بازی مرگ و زندگی رو میکنه. اینی که بعد از این کشتار که نباید اسمش رو جنگ گذاشت، کشتاری که از 7 اکتبر شروع نشد، سالهاست ادامه داره و 7 اکتبر فقط وارد یک مرحله جدید و یک مرحله بسیار بسیار خونینتر و جنایت آمیزترش کرد. بحث بر سر اینی که بعد از این مسئله و به اصطلاح صلح یا آتش بس یا بعد از پایان عملیات کشتار مردم فلسطین، آینده اسرائیل چی میشه؟ مسئله روی میز همه است. آینده دولت اسرائیل، نه جامعه اسرائیل، آینده صهیونیسم در اسرائیل و آینده صهیونیسم به عنوان نازیسم قرن 21 در جهان چه خواهد شد. یکی از وزراشون گفته بودش که ما اگر در این جنگ پیروز نشیم نمیتونیم در خاورمیانه زندگی بکنیم. روایت بهشون گفت شما در این جنگ شکست خوردید. قربانی کردن 30,000 انسان و 10,000 کودک بیگناه پیروزی در جنگ نیست، پیروزی در بربریت، پیروزی در توحش، پیروزی در نسل کشی ممکنه باشه، ولی پیروزی در هیچ جنگی نیست، نه پیروزی نظامی، نه پیروزی سیاسی، نه پیروزی اجتماعی. یکی از خود دیپلمات‌های آمریکایی حرف خوبی میزنه، میگه تا قبل از این اتفاق هر کس از اسرائیل حرف میزد خیلی راحت بود بهش بگید که دولت اسرائیل حامیه و یا نماینده ممانعت از یک هولوکاست دیگه است و مردم ممکن بود قبول کنن، ولی بعد از جنایتی که در این 3 ماه صورت گرفته، دولت اسرائیل و صهیونیسم برابر با هولوکاست و این آینده اسرائیل در منطقه. و این رو به نظر من سیاستمداران اولترافاشیست اسرائیلی میدونن، در نتیجه وارد یک بازی مرگ و زندگی شدن و تلاش میکنن مرگ خودشون رو، مرگ جنبش خودشون رو و این راست افراطی رو با مرگ و نابودی در خاورمیانه و در منطقه یکی بکنن. از این زاویه تلاش زیادی میکنن برای اینکه تشنج رو گسترش بدن، تلاش زیادی میکنن برای اینکه پای دولت‌ها و قدرت‌های دیگر رو به میون بکشن و تحریکات جنگی میکنن، تحریکات نظامی میکنن، تحریکات سیاسی میکنن، ولی به طور واقعی هیچ کدوم از کشورهای نه منطقه نه جهان و در رأسش امریکا خواهان گسترش این جنگ نیستن، چون میدونن گسترش این جنگ از هر طرفی، طرف لبنان، ایران یا سوریه، میتونه باعث بشه که کل خاورمیانه و به تبع کل جهان با یک دوره بسیار وحشتناکتر از دوره‌های گذشته روبرو بشه و یک جنگ غیرقابل کنترل به همه تحمیل بشه. در نتیجه بقیه بازیکنان ارتجاعی این صحنه خواهان گسترش جنگ نیستن و تلاش‌های اسرائیل از این زاویه به بنبست رسیده. چیزی که امروز خیلی مسلمه اینه که اسرائیل به بنبست رسیده. از نظر نظامی وعده هایی که داده بود، غیر از با خاک یکسان کردن نوار غزه و کشتار مردم بیگناه، هیچ کدوم از اهداف نظامیش به اصطلاح به هدف نرسیده. نابودی حماس از روز اول معلوم بود غیر ممکنه پوچه، آزادی گروگان ها هنوز
بخش قابل توجهی از گروگانهای دو طرف در هر دو اسیر هستند. تعداد زندانیان فلسطینی به دو برابر شده در عرض این 3 ماه، از 5,000 فکر کنم به الان به 11,000 نفر رسیده. از نظر سیاسی اسرائیل منزوی تر از هر دوره‌ای در تاریخ 70 و چند ساله زندگی خودش شده. فاصله مردم با دولت‌هایی که در کنار اسرائیل وایسادن، و نه فقط سیاسی وایسادن، نه فقط اخلاقا در کنار اسرائیل وایسادن، بلکه تسهیل کردن این کشتار رو با فرستادن بمب‌افکن‌هاشون، با ارسال پول، با ارسال تسلیحات، با ممانعت از آتش‌بس فوری در نوار غزه، مشروعیت کل اینها رفته زیر سوال و خود غرب در مقابل این سوال قرار گرفته که آیا حاضریم همراه اسرائیل غرق بشیم و همراه اسرائیل به اصطلاح مشروعیت خودمون رو 100% از دست بدیم. اینها بنبست هایی که اسرائیل و غرب باهاش سر و کار داره و باهاش روبرو هست. کشیدن نیروهای زمینی از نوار غزه بعد از ضربات سنگینی که خوردن، تحت عنوان اینی که وارد مرحله جدیدتری میشیم، فقط میتونه نادانترین نادانها رو قانع بکنه که اسرائیل داره تاکتیک رو تغییر میده و متوجه نشه که شکست خورده در اشغال و شکست خورده در پیشروی زمینیش، لطمات سنگینی دیده و در مقابل مردم غزه با یک کشتار وسیع 30,000 نفره روبرو شدن. به هر حال آینده این جنگ چیزی که مسلمه اینه که اسرائیل در این جنگ شکست خورده بوده تا الان، شکست نظامی و شکست سیاسیش. تلاشهاش برای گسترش دامنه جنگ به منطقه و به خون کشیدن کل منطقه همراه خودش و غرق کردن کل منطقه در یک جنگ خانمانسوز همراه خودش، اینطور نیست که اگر جنگی در منطقه بشه اسرائیل و مردم و شهروندان اسرائیلی در امنیت خواهند بود. قدرت نظامی رقبای اسرائیل در منطقه دست کم نباید گرفت، از حزب الله گرفته تا ایران تا سوریه تا روسیه که احتمال هست وارد بشه. به هر حال چیزی که مسلمه اینه که یک ماجراجویی دیگر رو دولت اسرائیل شروع کرد و فکر کرد که میتونه این کشتار رو ادامه بده و میتونه حل مسئله فلسطین رو با نابودی فلسطینیان و اشغال غزه به اصطلاح تمام بکنه و بعد بره سراغ کرانه باختری. این سیاست و این پروژه شکست خورد، علی‌رغم اینی که سیاستمداران اولترا فاشیست و ضد انسانیشون هنوز که هنوز بر ادامه این سیاست تو تبلیغاتشون اعلام به اصطلاح تاکید میکنن، ولی این سیاست شکست خورد. امروز اسرائیل و متحدین غربیش و در رأسش امریکا توی بنبست کامل هستن، چون این کشتار به یک بحران سیاسی و اجتماعی تو خود غرب تبدیل شده و امروز خود غرب با این سوال روبروه که ادامه این وضعیت میتونه تبدیل بشه به یک بحران سیاسی جدی در درون خود غرب. انتخابات هایی که در راه، مردم اعلام کردن به هر کسی که در این دوره در کنار اسرائیل وایساده، در امریکا، در انگلیس، در فرانسه، در تمام این کشورها اعلام کردن به کسانی که در کنار اسرائیل رأی دادن نخواهند ایستاد و در حال شکل دادن به آلترناتیف های خودشون هستن. احزاب رسمی با انشقاق‌های جدی روبرو شدن. حزب لیبر بریتانیا با یک انشقاق جدی روبرو شده. حزب محافظه‌کار آلمان بحث انشعاب درش هست و کلن یک بحران ساختاری و یک بحران جدی رو در غرب باعث شده. فلسطین باهای سنگینی رو برای بیداری بشریت داد. به طور واقعی این رو فکر میکنم هیچ کس نمیتونه ندیده بگیره. مردم فلسطین هزینه بسیار بالایی رو برای این بیداری دادن، ولی چیزی که داره اتفاق میفته اینه که جهان در حال چرخشه. چرخش نه از یک بلوکی به دو بلوکی، نه از توازن بین شرق و غرب، از چرخش رابطه مردم پایین با بالا، از بیداری مردم نسبت به قدرت خودشون، نسبت به عدم مشروعیت بالا و نسبت به اینی که میشه و باید تغییر داد و باید این جهان وارونه رو دوباره بر قاعده گذاشت و این کاریه که مردم باید بکنن. ببینید، کسانی که سفرای حقوق بشر سازمان ملل بودن، به قول معروف سلبریتی ها، بیدار شدن
و اعلام میکنن که ما متوجه شدیم که حقوق بشر نسبیه، انسان دوستی نسبیه، برای عده خوبه برای عده خوب نیست. بشر دوستی 50% مال یک بخشی از جامعه بشره و یک بخش دیگه هیچ سهمی از این بشر دوستی نباید داشته باشه و حرف از تغییر از پایین میزنن. کسانی که به اصطلاح چهره زیبایی از دموکراسی غربی میدادن امروز خودشون دارن از این صحبت میکنن که جهان باید تغییر بکنه و این تغییر از بالا صورت نمیگیره، از پایین صورت میگیره. باهای این رو مردم فلسطین دادن و مردم اوکراین دادن، مردم افغانستان دادن، مردم عراق دادن، ولی این بیداری در جهان صورت گرفته، بیداری که امیدی رو در دل خود این بشریت ایجاد کرده که میشه آینده بهتری رو درست. رفیق آذر مدرسی، دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیز، خط رسمی، ممنون از شما. هنوز اتفاقات زیادی در سال 2023 مونده که به آن بپردازیم. با توجه به اتمام وقت برنامه، اگه اجازه بدید ادامه بحث در مورد جهان در سال 2023 رو به برنامه دیگه‌ای در ادامه همین بحث موکول کنیم. بنابراین این بخش از برنامه رو در اینجا می‌بندیم و از همینجا بینندگان نینا رو به دیدن ادامه برنامه در بخش دوم جهان در سال 2023 دعوت می‌کنم. متشکرم.